سلام، اینجا درنگ. مینا نامداری در لایو جدیدش اعلام کرد که دیگه رابطهش با سردار آزمون تموم شده و درباره علتش هم توضیحاتی داد. اگر دوست دارید بدونید ماجرا چیه تا پایان این ویدیو همراه ما باشین. اما قبلش اگر هنوز عضو کانال درنگ نشدین ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید تا از آخرین و داغ‌ترین اخبار و حواشی با خبر بشید. پیشاپیش ممنون از اینکه ویدیو رو لایک می‌کنید. یادتون نره که نظرتون رو در قسمت کامنت‌ها برای ما بنویسین تا با هم در ارتباط باشیم. حتما از حواشی مینا نامداری و سردار آزمون خبر داریم. مدتیه که رابطه مینا نامداری و سردار آزمون در فضای مجازی شده تیتر یک خبرها و مخصوصا این روزهایی که بازی‌های فوتبال حسابی حساس بود و سردار هم گل می‌زد، مینا نامداری حسابی از فرصت استفاده کرد. جوری که وقتی همه کانال‌های خبر رابطه مینا نامداری و سردار آزمون رو زده بودن، مینا واکنش نشون می‌داد و می‌گفت فعلا که اوضاع برای سردار حساسه چیزی نگید و ننویسید تا خودش بیاد و همه چی رو توضیح بده. یا مثلا توی استوری دیگه ای نوشت که وقتی من دو روز بی خیال سردار باشم و بهش انرژی ندم اینجوری میشه. خلاصه خیلی ها رابطه مینا و سردار رو باور کرده بودن و خیلی ها هم میگفتن که مینا نامداری برای حاشیه سازی این حرفا رو میزنه. حالا امروز مینا لایف گذاشته و توی لایف یکی از فالووراش حرف سردار آزمون رو پیش میکشه و میپرسه چی شد سردار آزمون؟ اون هم توضیح میده که گویا میونشون شکرابه. سردار چی شد؟ از من مسئول بیلیاقتی مردم نیستم که با یه انفیس بخواد بر من استوری بذاره و زنگ بزنه و عذرخواهی کنه. دیگه من مسئول بیلیاقتی مردم نیستم و دیگه اسمشون رو نیارین بچنن، چون به غلط کردنم بیفته دیگه اون ممه رو لولو برد. اما رابطه با سردار آزمون تنها حاشیه مینا نامداری نبوده و در واقع اون با حواشی مربوط به رابطهش با پیام صادقیان مشهور شد که اتفاقا دوباره توی همین لایف دربارش توضیحاتی میده. برای کسایی که ماجرای رابطه مینا نامداری و پیام صادقیان رو نمیدونن یه توضیح خیلی کوتاهی میدیم و بعد میریم سر توضیحات مینا توی لایف. پیام صادقیان بازیکن فوتبال ایرانی که مدتی بعد از بازی در ایران به ترکیه میره و در اونجا ساکن میشه. نوروز 97 بود که مینا نامداری وضعهایی از پیام صادقیان پخش کرد که در اون به مینا ابراز علاقه میکرد. اما خود پیام هیچ وقت رابطش و وضعها رو گردن نگرفت و همین باعث کشمکش هایی بین این دو نفر شد. حالا توی این لایف یکی از فالوورها به مینا نامداری میگه که چرا همش برای مردم حاشیه سازی میکنی؟ مینا هم حسابی بهش بر میخوره و لازم میدونه یه سری توضیحاتی بده. چقدر برای این اون حاشیه درست میکنم؟ ببین عزیزم یه چیزی بهت بگم، اگر که من میخواستم برای کسی حاشیه درست کنم، ببین شما الان دارین یه حرف چرت و پرت میزنین. چرا؟ به خاطر اینکه داریم با توجه به قضیه پیام صادقیان این حرف رو میزنین. اولا که پیام صادقیان که حاشیه نبود. چرا؟ به خاطر اینکه اگر حاشیه انقدر سر قضیه بچه من این لحظه مجموعم قطع کنم دوباره برگردم، شارژ گوشیم داره تموم میشه، میام کاملا این قضیه براتون توضیح میدم چون واقعا حوصله ندارم که چیه تو ماه من پشم. واقعا حوصله ندارم اگر بگین حاشیه. واقعا حوصله ندارم. مثلا من بیکار نشستم برای نمون حاشیه درست کنم، از این طرف خودش حاشیه رو میده دسته دو دستی، میام اینو کامل براتون توضیح میدم کاملا که دیگه یک بار برای همیشه از این قضیه که چرا برای نمون حاشیه درست میکنه بکشیم بیرون. دنبال فالوورم دارم الان، اصلا توی اسکول که الان توی لایو منی، آقای شایان توی لایو منی، خب فالوور منی عزیز من، از کجا اومدی؟ ولی خیر ما به اینا میرسه اتفاقا، اونا چهار نفر دیگه میشناسنشون، کسی از اونا خیلی به من نمیرسه چون حرف ایشون که حرفی نزده که، حالا توی یه جای اسمی نبرده یه صحبتی کرده ولی حرفی که نزده، من حرف زدم. چه ربطی داره دنبال فالووری؟
بعدم من اگه دنبال فالو میام اینو کامل توضیح میدم، اگه دنبال فالوور بودم چی کار میکردم که قبلا هم کردم، ولی اون بارم چی باعث شد که شماها به این نتیجه برسین که به خاطر فالوور نبوده. میام همه اینا رو بهت میگم، شارژ گوشیم داره تموم میشه. اما این مسئله و اتهاماتی که به مینا زده بودن که همه این کاراش واسه فالوور گرفتنه به قدری به اون فشار آورد که از کسایی که این اتهامات رو بهش زده بودن خواست که اونو آنفالو کنن. و تا من برمیگردم لطفا همه این آدمایی که با من مشکل دارن همشون از دم آنفالو کنن، کسایی که میگن دنبال فالووره دنبال فالووره همشون آنفالو کنن. از من تبلیغات میذارم تو پیجم که دنبال فالوور باشن. اصلا وجود یا وجود نداشتن شما چه فرقی به حال من نداره؟ نه من یوتیوب دارم بگم پیشت بالا سابسکرایب کنید پول در بیارم، نه سایت دارم بگم پیشت بالا پول در بیارم، نه تبلیغات صابون گلنار میکنم که بغل شما پول در بیارم. پس این عدد فالووره بر تنها کسی که هیچ منفعتی نداشته من بودم همیشه. پس بوده نبوده شما اضافه کارا که این حرفو میزنین هیچ فرقی به حال من نمیکنه. نظر شما چیه؟ به نظرتون صحبت های مینا نامداری درباره رابطش با سردار آزمون و پیام صادقیان حقیقت داره یا فقط برای حاشیه سازیه؟ خوشحال میشیم نظرتون رو برای ما کامنت کنین.